در اواخر دهه 1970 کشاورزی چین از حالت تولید جمعی به تولید فردی تغییر کرد. این تحول تجربه خوبی برای بررسی قدرت مالکیت است. به دلیل انگیزه های فردی تازهی کشاورزان تولید مواد غذایی رونق یافته. بازاری شدن محصولات کشاورزی صدها میلیون چینی را از فقر مطلق نجات داد. این تحول عظیمترین برنامه مقابله با فقر بود که جهان تا کنون تجربه کرده است. داستان از این قرار بود که جرقه‌ای کوچک آتش اصلاحاتی فراگیر را شعله بر کرد. جلسه محرمانه سرپرستان خانوار در روستای کوچک. در سال 1978 نگرانی و وحشت کشاورزان روستای زیاوگانگ در استان آنهوی را فرا گرفت. کمونی که روستاییان در آن به صورت جمعی کار می‌کردند، عملکرد بدی داشت. استان آنهوی که بخشی از بهترین اراضی حاصلخیز چین را به خود اختصاص داده است، انبار قله چین به حساب می‌آید. ولی 20 خانوار این روستا به اندازه برنج تولید نمی‌کردند که حتی غذای خودشان را تأمین کنند. کشاورزان به حدی مفلوک شده بودند که در مناطق دیگر گدایی می‌کردند و در سال‌هایی که وضعیت باران خوب نبود، گرسنگی می‌کشیدند. در نهایت کشاورزان از ترس دستگیری مخفیانه جلسه‌ای تشکیل دادند و توافق کردند زمین کمون را بین خود تقسیم کنند. توافق آنها 3 بخش داشت. اول، از آنجا که آنها سیاست دولت را نقض می‌کردند، موضوع تقسیم زمین بین خانوارهای کشاورز باید کاملا مخفی باقی می‌ماند و به خارج از این گروه درز نمی‌کرد. دوم، اینکه آنها باید میزان سهمیه برنج دولتی را تحویل دهند و سوم، آنکه اگر یکی از آنها به زندان بیفتد، دیگران باید بچه های او را سرپرستی کنند تا زمانی که بچه ها 18 سال شوند. آنها با اثر انگشت این قرارداد را تایید کردند. این توافق تحول سریع در پی داشت. بهره‌وری کشاورزان زیاوگانگ فوراً افزایش یافت. به گفته یکی از این کشاورزان، امروز با گذشته متفاوت است. ما برای خودمان کار می‌کنیم. با کار بر روی اراضی ملکی، آنها می توانستند ارتباط مستقیمی میان تلاش و منافع حاصل از آن را ببینند. میزان محصول مازاد بر سهمیه ارسالی برای دولت به آنان تعلق داشت و می توانستند خود تصمیم بگیرند که مصرف کنند یا برای فروش به بازار عرضه کنند. اراضی زیر کشت برنج در طول یک سال تقریباً 2 برابر شد و روستا توانست برنج مازاد تولید کند. همان گونه که یکی از کشاورزان گفته است، وقتی برای خانواده خودت کار می‌کنی، دیگر نمی‌توانی تنبلی کنی. اما با وجود قسمی که کشاورزان خورده بودند، خبر این تحولات به بیرون درز کرد. در ابتدا مسئولان محلی که پیش بینی می‌کردند قدرت و امتیازاتشان کاهش پیدا خواهد کرد، در برابر اصلاحات مردمی مقاومت نشان دادند. ولی روستاییان خوش اقبال بودند، زیرا قیام آنها با تحول وضعیت سیاسی در پکن همزمان بود. در کنفرانس حزب کمونیست در سال 1982، یعنی 4 سال پس از جلسه کشاورزان روستای زیاوگانگ، شیاوپینگ رهبر برجسته چین این اصلاحات را تایید کرد و در سال 1983 دولت مرکزی رسما اعلام کرد که کشاورزی شخصی با اقتصاد سوسیالیستی سازگار و به همین دلیل مجاز و قانونی است. به دنبال این تغییرات و به رسمیت شناختن حق مالکیت کشاورزان، روستاییان مجاز شدند محصول مازاد خود را در بازار بفروشند. در نتیجه کشاورزان با انگیزه های بازاری مواجه شدند، به این معنی که تلاش بیشتر مستقیما به درآمد بالاتر منجر می شود. در کمون‌ها رهبری جمعی تصمیم گیری می کرد، اما در نظام جدید کشاورزان آزادانه تصمیم می گرفتند چه محصولی تولید کنند و چه حیواناتی را پرورش دهند. به گفته یکی از کشاورزان، امروز دیگر همه مغزشان را به کار می گیرند. همچنین با از میان رفتن کمون‌ها، دولت قیمت برنج را افزایش داد. در فاصله سال‌های 1978 تا 1980 قیمت دریافتی کشاورزان حدود 30% افزایش یافت. طی سال‌های 1978 تا 1984 تولید مواد غذایی بیش از 60% بالا رفت. طی این دوره همچنین درآمد روستاییان سالانه 20% بیشتر شد. فراوانی مواد غذایی عرضه شده در بازار دقیقاً در تضاد شدیدی با کمبود غذا در چند سال پیش بود. روستاها زنده شده بودند.
اصلاحات کشاورزی به تحول در دیگر بخش‌های اقتصاد چین هم منجر شد. افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه آزاد شده به سمت تولید صنعتی منتقل شد. تا سال 1989، یک دهه پس از آغاز کشاورزی شخصی، تقریباً یک چهارم نیروی کار روستایی در صنعت مشغول به کار شدند. کارخانه‌های روستایی همراه با افزایش محصولات غذایی موجب رشد خارق‌العاده اقتصاد چین شد. درآمد سرانه ملی طی بیش از 20 سال با نرخی بالاتر از 8% افزایش یافت که به معنای 4 برابر شدن درآمد مردم عادی چین است. همچنین فقر روستایی ریشه کن شد. اغلب کشاورزان چینی به هنگام شروع اصلاحات بسیار فقیر بودند، اما از سال 1978 تا 1984، یعنی در طول 6 سال، تعداد فقرای مناطق روستایی 170 میلیون نفر کاهش یافت. نجات صدها میلیون نفر از فقر به واسطه اصلاحات کشاورزی در چین، نه به واسطه پول پاشی های دولتی، بلکه به واسطه احترام دولت به حقوق مالکیت بود. تجربه‌ای که بار دیگر قدرت و معجزه حق مالکیت را نشان می‌دهد.